السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز من سوال کردن که اینها به نسبت ارتکاب گناه زیاد ناامید شدن و اینا خواستن که پرسان بکنن که بخاطر از این ناامیدی و گناه زیاد اینا اگر طلب مرگ از الله بکنن در این شریعت چی میگه و همچنان اینا طلب دعا از ما کردن برادر مسلمان ما ببینین رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرمایا که لا یتمنى احدکم الموت هیچ یکی از شما آرزوی مرگ نکنید چرا به خاطر که اگر نیکوکار باشی شاید نیکی های شما افزوده گردد و اگر بدکاره باشی شاید توبه بکنی کسی که مرتکب گناهان زیاد میشه به خاطر که او گناهش خیلی زیاد است پس او باید طلب مرگ نکنه او باید طلب طول عمر و بخشش از الله بکنه که تا الله سبحانه و تعالی او را طول عمر بته و او بتونه به طول عمر نیکی ها را انجام بته و توبه بکنه و الله سبحانه و تعالی در حدیث می فرمایه که بنده ما گناهان تو تا آسمان برسه اما تو به ما شرک نیاری مشرک با من نشی پس ما گناه های تو را معاف میکنم پس این ناامیدی را شیطان در قلب انسان مندازه و بدون شک که شیطان خودش ناامید است اما طوری که شیطان ناامید است میخواید که انسان هم ناامید بسازه و در طول عمر باعث میشه که انسان بسیار گناهان مرتکب شوه و بالاخره میخواد به مشکل حرام ایره از دنیا ببره و یا او خودکشی بکنه یا طلب مرگ بکنه در حدیث مبارک ما شما می که رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم نباید هیچ کدام از شما در وقتی که به شما یک گرفتاری و بلا و مرض میه تمنای مرگ بکنید و حدیث ناپیشترم خدمت شما عرض کردم و این حدیث مبارک هم است که در وقت نزول بلا و گرفتاری و مرض است بعضی کسا میبینه که در وقت مرض و بلا میگه خدا جان ما بگیره یا بدوا میکنن خدا و گفته ایج وقت شما تمنای مرگ نکنین بلکه شما بگین که بار هلاها مادام زندگی برای ما صلاح هست مرا زنده دار ولی هر وقت مرگ برای ما از زندگی صلاح تر است مرا بمیران و ای در, در صورت است که انسان به یک آلت اخیره که گرفتاری و بلا هست چرا اگر زندگانی انسان به خیر انسان باشه ای بسیار بهتر است که انسان زندگی کنه و از الله سبحانه و تعالی طول عمر با عبادت و توفیق عبادت طلب بکنه بنابراین برادر گران شایسته یک مسلمان نیست که از ترس گناه یا از ترس مصیبت ای آرزوی مرگ بکنه بلکه باید دعا بکنه که الله سبحانه و تعالی او را معاف بکنه گناهان از او را ببخشه و توفیق اعمال صالح به او نصیب بکنه و این باید بفهمیم که ای امر در دست خود انسان است و کافی است که امت بکنه از گناهش خود توبه بکنه به اوامر شریعت پابند باشه از بلاها و مصائب نه راسه صبور باشه به خاطر که هر بلایی که به مسلمان نازل میشه امون خم که صبور باشه و ناشکری نکنه الله سبحانه و تعالی اون مصیبت بر از او دی دنیا یا قیامت نیک میگردانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میفرماید که خیر الناس من طال عمره بیترین مردم کسی است که عمر از او زیاد شوه و عملش نیک بگردانه پس انسان اگر عمل نیک داشته باشه و طول عمر داشته باشه او برش بهتر است با و به یکی از سلف گفته شد که کس احمد برش گفت که امی مرگ چه چی خوب چیز است و او به جوابش گفت که ای برازاده ای, ای گپه نزن اگر ساعت در دنیا تو یک ساعت بیشتر زندگی بکنی که از الله سبحانه و تعالی طلب آمرزش بکنی ای برای تو بهتر است از, از ای که مرگی که به سراغ تو بیایی که تو را نابود بکنه آیا تو دوست داری بمیری یک پیرورد بزار سنش زیاد بود از او سوال شد که آیا تو دوست داری بمیری جواب داد نه به خاطر که جوانی و شر از او رفته و پیری و خیر از او رسیده هر وقت که بلند شدم میگم بسم الله هر وقت که ششتم میگم الحمدلله پس من دوست دارم که به ای بمانم پس ای چیزایی است ای یک نعمت است ای دنیا ای لحظات یک نعمت است و بهترین انسان و انسان هست که از گناهان خود نادم باشه پشیمان باشه دوباره به الله سبحانه و تعالی رجوع بکنه از الله سبحانه و تعالی طلب بخشش بکنه و از الله سبحانه و تعالی بخواه که بار اله به بك ما کمک بکو که تا ما اعمال خوب و نیک انجام بدم شما برادر عزیز ما امی کارو بکنین بسیاری از سلف صالح ما در لحظه وفات خود اونا گریه می کردن به خاطر چی به خاطری که انجام اعمال صالح از اونا قطع خواد شد یعنی بعضی انسان های نه که تیر شده وقتی که سن رسیدن که مرگ به سراغشون می آمد اونا گریه میکردن که یا الله این زندگی ما چی رقم عبست تیر شده انجام اعمال صالح از ما قطع میشه دوسیه های ما بسته میشه الله توفیق از می میگیره الله سبحانه تعالی نفس از جان ما میکشه دیگه شش و قلب و اکسیژن و دیگه نیز خلاص شد دوسیه ها بسته شد انجام اعمال صالح ما قطع میشه پس انسان باید حریص باشه حریص باشه که تا اعمال صالح انجام بده به خاطر همین است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آرزوی مرگ بر مؤمن منع کرده به خاطر که مرگ انسان مؤمن از او را چی میکنه از انجام دادن حسنات محروم بکنه و فرصت توبه را از او میگیره سبحان الله این حوادیثی که ما بر شما گفتیم که به صراحت کرایت آرزوی مرگ در انگام نزول ضرر یا مینت یا یا مشکلی از طرف دشمن دیگه سختی های دنیا مصائب بر ما بیان میکنه و این خیلی خطرناک است و عزیزان گرانقدر ایران متوجه باشین که این موضوع موضوع ساده نیست آه اگر کسی میخواهد که آرزوی شهادت در رای الله بکنه پس در اونجا هم حدیث مبارک است هر کسی که بخاطر خوشنیدی الله سبحانه و تعالی به قصد جهاد از خانه خود خارج شود و تنها انگیزه او ای 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 ایمان به الله سبحانه و تعالی باشه و تصدیق پیامبرانش باشه الله سبحانه و تعالی وعده کرده که او را در صورت زنده ماندن به پاداش غنیمت به خانه برگردانه و در صورت شهید شدن او را وارد بهشت بکنه کسی که در بخاطر شهادت طلب می در, در وقت جهاد صرف در حالت است و یک حالت دیگر هست که میتونه انسان او, او هم حالت خاصی هست که طلب مرگ مکرو نیست او حالت است که مثلا یک کس بترسه در خوف باشه که دین و ایمانش در یک فتنه بیفته دین از او ده فتنه بسیار و او فتنه فتنه چی است؟ فتنه کفر باشه و فتنه ارتداد باشه پس ده ای حالت ها حالت است که خدمت شما از ما را تقدیم کردم و خود در نتیجه ای که ایر خدمت شما یزان ما پشکش بکنم که الله سبحانه و تعالی نام های مختلف را برای قیامت در قرآن کریم برای ما ذکر کرده که قیامت نام های مختلف داره یک نامش الساعه است، یوم البحث است یوم الدین است یوم الحسره هست یومی که انسان روزی که انسان حسرت میخوره و وأن انذرهم یوم الحسره آنان را از روی حسرت بترسان در اونجا چی حسرت است؟ ای کاش ای کاش که زنده می ماندم یا ای کاش که مرا پس به دنیا روان بکنی که به اعمال صالح انجام بدم نام دیگه قیامت الدار الاخر است نام دیگه یوم التناد است اینی اخاف علیکم یوم التناد ما به شما از روز صدا زدن می ترسم دار القرار است آدم باید دی دنیا قدر اعمال خوب و صالح داشته باشه که الله سبحانه وتعالى وان الاخره هي دار القرار امان روز اخرت سرای ماندگاری و استقرار است یک نام دیگه الفصل است الله سبحانه وتعالى تعالی هذا يوم الفصل الذي كُنْتُمْ به تکذبون روز فصل است که شما تكسيب تکذیب میکردین نام دیگه يوم الجمع است که الله سبحانه وتعالى تعالی جمع میکنه يوم الحساب است انسان باید از حساب کتاب بترسه از يوم الجمع بترسه يوم الوعيد است وانفخ في سور ذلك يوم الوعيد ده سوره قاف است یک سوره هایی است که مورا بر بدن راست میکنه در سور دمیده میشه روز وعده داده دا يوم الوعيد است يوم الخلود است ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود بصلاة سلامتی شما داخل شوين امروز روز جاوی است. اونجا مرگم از بین میره انسان اصلا نمیموره اصلا نمیموره در اونجا جهنمی تا ابد در جهنم و مسلمان که گناه زیاد کردن و توبه نکردن اونها امو مکافاتشان را میگیرن بعد از دوباره خارج میشن داخل جنت میشن و جنت هم دائمی هست نعم دیگر قیامت یوم الخروج روز بلون روز بلون است عزیزان گرون قدر یوم یسمعون صیحه الحق ذلك یوم الخروج روزی که سیهره در دست درس میشنویم روز بیرون روز بیرون آمدن است یوم الواقعه است یوم الحاقه الحاقم الحاقه یعنی روز رخ دادهای راستین است التامت الكبرى هست نامش انگامی که بزرگترین حادثه فرا میرسه الساخه هست فهیزا جاءت الساخه پس انگامی که صدای حیراس انگیز یعنی تمام ازیه ما شما ببینیم نامای نامایی که برای بر روز آخرت قارعه داده شده و یا که نامش که حسرت است روز حسرت است عزیزان گرانقدر قدر انسان در اونجا حسرت میخوره ای کاش ای کاش به ما چانس داده شوه که ما دوباره برگردم دهی دنیا و ما خوبی بکنم و نیکی بکنم پس چرا انسان حسرت او دنیا را ای دنیا را در او دنیا بخوره انسان باید از الله سبحانه و تعالی طلب بکنه که الله سبحانه و تعالی او را ببخشه رویش در در, در وقتی که میمیره سکرات از را و برزخ از را الله سبحانه و تعالی خوب بکنه چرا ما نمیفهمیم در آلت برزخ چندین سال چند هزار سال ما منتظر میمانیم که تا که سور اسرافیل دمیده میشه پس شما آخرت باید بیارین عزیز من شما دردهای روز هشت را باید برین که ما در چندین در هشت قسمت ده بار صحبت کردیم و لطفا عزیزان گرام خط برای برادر عزیز من فایل های سفتی در, درباره برزخ و در برای روز هشت و طریقه هشت را شدن برای اینا برسانین که تا برادر ما از سختی های روز محشر اینا آگاه شوند که تا در دل اینا امید پیدا شود که اینا با خوبی با توفیق زندگی بکنن و اینها بیاین پلوی ما برای دعوت بیاین دعوت بکنن و مردم را برای راست دعوت بکنن شاید الله سبحانه و تعالی در دست اینا یک خیر را بگذاره که اینا خودشان واقف نیست خیار کن فی جاهلیه رسول الله میگه صلی الله علیه وسلم سلم اونایی که در وقت جاهلیت خیلی شقی بودن مثل سیدنا عمر و خالد بن ولید اونا برای کفار سابق کار میکردن وقتی که به اسلام آمدن اه وموتك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ملك اللهم اعز الاسلام بالأحد العمرين يا الله اسلام را توسط أمر عمرها امرها شيكو عزت ببخش بخش ك ابو لهب الله رزت تبد يضربش نازل كرت و بس سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى ايدت جن خدش توفيق ايداتها طلب كرت و اسلام با مو شکلی که در جاهلیت اما قپیش بودن اینا در زمان جاهلیت خالد بن ولید چی جنگ میکرد در مقابل مسلمان ها اون وقت وقتی که مسلمان شدن باز از او کده دگه بهترین ها نبود پس شما برادر عزیز ما نامید نباشیم شاید از شما اتو چیز درست شوه که اصلا اصلا ما شاید نداشته باشیم شاید یک دعوتگر بسیار خوب شوین شاید یک انسان شوین بسیار خیر شوین شاید خیر شما بسیار مردم برسه پس شما اعمال نیک و صالح انجام بتین از الله سبحانه و تعالی بکنین تقوای الهی را حاصل بکنین و شما سعی بکنین که نمازهایتون را به وقت ادا بکنین در جماعت ادا بکنین شما سعی بکنین که روزهای دوشنبه و پنجشنبه و ایام بیز که مجموع 11 روز میشه در یک روزه بگیرین شما سعی بکنین که برای شما نمازهای های زیاد هر باری که وضو میکنین درکت سنت وضو بخونین هر باری که شما داخل مسجد میشین درکات تایت المسجد بخونین نمازهای نفل بخونین برای تهجد شما وقت ساعت تانا تو کوک بکنین بیدار شوین در تهجد در وقت نزول الله سبحانه و تعالی در آسمان زمین شما به الله سبحانه و تعالی در سجودتان دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی شما را توفیقات بیشتر بده و اگر امید کنین الله سبحانه و تعالی کسانی که توبه میکنه اونا را بسیار دوست داره شاید یک نفری هست که گناه نمیکنه توبه نمیکنه اما وقتی یک نفری گناه میکنه و توبه میکنه پس او دوست الله میشه الله سبحانه و تعالی را بسیار دوست می داشته باشه برادر عزیزم ما از بارگاه رب من منان برای شما توفیقات بیشتر میخوایم الله سبحانه و تعالی شما را بیامرزه و الله سبحانه و تعالی شما را یکی خوب خوب خوبان بسازه آمین یا رب العالمین